بچه دیگرم بگویم یه سفیه جمعه بعد یکی اومد نوشش که دخترت برات خریده، بعد دست عروسا رو چرا تو داری میگی آخه؟ بچه دوست عزیز صدر خانم خوب هستین، خیلی ممنون، سلامت باشی، آرزویم شما رو ببینیم. ما امروز میخواییم چه انار چوچق درست کنیم، یه غذای خیلی خوشم، غذا نیسته چشنیه انار. حالا بگیم دیگه، بعد بگیم قشنگ باشه. شما سلام علیکم. سلام، چطورین بچه ها؟ امیدوارم که خوب باشین. امشب اومدم خونه مامان، میخواد یه حالت ترشی کنار غذا، مثلا مثل مواد زیتون پرورده. آره، مثل زیتون. اونجوری میخواد آموزش بده. بعد ما یه سری تو اومدی با این ممیه. آره اومدی فکر کنم زیتون پرورده درست کردی، بعد بچه ها ایراد گرفتن. چرا؟ به خاطر این گفتن که تو باعث شدی ستاره مامانت با دستاش که مثلا اذیت میشه و اینا بیاد اینو بسابه. چرا این کار رو کردی؟ دستگاهیم دارم ولی با این خوشمزدیه خودش دوست داره. خدایی با نمیار، چون قدیما ما همین کارا میکردیم دیگه، با نمیار خیلی خوشمزه میشه. مثلا اگر مالا یه دستگاهیم بچه ها برام خریدن، اونه روز مادر برام خریدن، اونه الان میتونم با این اونه بسابم یا با مولینکس میخیرم برام، ولی این یه مزه دیگری داره. حالا اینا رو ببریم بهتون بگیم که چجوری درستش. اول نمیار میارم، بعد سنگ میارم. بیا. خونه هم میخواه. آره. دنیا عرضش نمیزید کار بکنه. کارهای خونه هم بس کی بکنه. دیگه خیلی تو زیاد تنهایی تر فشار آوردن جان دی. الان من جان دارم. خب. بچه اول چوچاقا میساویم، اول چوچاقا میگیرم، چوچاقا با ساقه مزش بهتر میمونه، مثلا خوشمزه تر میشه. بعض نفر مثل من دعا برگشون. آره میخواستم بگم بعض نفر، یعنی منظور به ستاره بود. ستاره این فقط این برگشه میگیره. آره. اینجوری نه، این ساقه از همه بالاتره، چون خودش اینجوری میخوره میگیره از همه بالاتره. من چون خاطر شما رو میخوام این کار رو میگونم بگید این کار رو میخوام. آره چون خاطرتون رو میخواد هر از گاهی مامان و سیمین اکرم هم البته دقیقا همینجوریه میمونن فکر میکنن ببینن که چی آموزش بدن که شما دوست داشته باشید، هم حمایت کنید هم خوشتون بیاد درست کنید. الان دارم جلوی خودتون میگم مامان اون آموزش برنج چیز بود ممجوگله. آره انقدر خوششون اومد، انقدر برای من خیلی ها تو اینستاگرام، چون تو یوتیوب نمیشه این کار رو کرد، تو اینستاگرام چون دوستان بودن اومدن عکس همون غذایی که تو آموزش دادی رو درست کردن عکس فرستادن. آره گفتم به مامان بگو که خیلی خوشمزه بود، چه غذای خوشمزه و مثلا راحتیه. خدایی اون غذا خیلی خوشمزه، چون نگاه دارم به آدم نگاه میدارم غذا، چون مادر شوهر خدا بیامرز اونو درست میکرد. مثلا به عنوان صبحانه ما میگفتیم غینهار، مثلا به عنوان صبحانه اونو میخورد، اون خیلی اونا رو نگاه میداشت. بعد من اونو یاد میدونستم، گفتم یه روز اینو درست کنم دوستای خودم رو دعوت کنم. اتفاقا دعوت کردم، اونا گفتم خیلی فرنگیزیم خوشمزیه، گفتم بخوای شما رو نوشون جن. یه روز هم من یکم برنج اضافه اومد دقیقا همین کردم. ولی برنج باید خورده باشه، برنج خورده بیشتر خوشمزه تره. برنج بگم به هم میچسبه. آف ولی موضوع دستت نه باشه. برنج خورد خیلی خوشمزیه. جای سیمین خالی. جای سیمین خالی. الان باید اینجا میمون که تست میکرد. جای دوتا عروسای گل من خالی. جای همگی خالی. جای پوران خانم و عزیز من خالی. آره این سبزی رو. که انار اون داد. سبزی اون داد. خانم خوشگل به من داد. جای ایناز خانم منم خالی. جای سیما خانوم و عزیز ما خالی بیمار جون، جای اون خانومی که این پماد برای من داد که پای منه. خدا شاید اگه داری این ویدیو رو نگاه میکنی ماما خیلی راضی بود، خیلی از اون پماد، خیلی شبا دیگه الان راحت میخوام میزنم دیگه، هر شبونه میزنم. خدا را شکر اون بیقراری من بهتر شد، بیقراری من بهتر، خدا را شکر بهتر شد. بابا کجا؟ بابا رفته بیرون.
من بابا رو نمیبینم. تا نهار بابا رو میبینم همین یه ذره نمک میپاشم چون نخواهیم دیگه شور باشه بچه. نه دلیلش رو بگو چرا نمک زدی؟ به خاطر نمک زدم که زودتر مثل ساویده بشه. دیگه نمیخوریم. شون برای اینکه بچه ها این نمیار عزیز قهر عزیز من برای این روز آورد. این بزرگتره، این بزرگتره. آه دستش در خاله آورد. آره این روز برای آورد. مامان همه سی رو میخواد؟ نه بسته، همون بسته. نه همون بسته. زیاد نیست. بچه به نظرم خیلی شبیه مواد زیتون پرورده است. چون اونم گردو و سی رو چوچاق و نمک و همین گلپر رو داره دیگه. آنا را با این میسابم که زودتر ساویده بشه. اما برای بازتو میخوریم. آره آره. چون قاشق اون هست. برم ببینیم. بچه این انار چوچاق خدایی خیلی خوشمزیه. خیلی خوشمزیه. چوچاق نباید زیاد باشه. اگه زیاد باشه تلخ میشه. باید با اندازی همون گردوی و سیر و بعد انار باشه. بعد این سری اینجوری چاشنی‌های کنار غذای گیلانی قدیم ما اینجوری آره مثل مثلا کالکباب اون بادمجون داره ولی همین چیزا رو داره دقیقاً. کالکباب اون بادمجون می‌ریزیم. گردو می‌ریزیم. آره اونم همینه. آموزش داده بودی. اون این باز نمیشه چیکار کنم؟ بار کن. والا. بریزم آرومان رو بریزم دکنه کنه برای این انار با این بریزم بازم؟ خواه بس انارش باید بکنه بیشتر بشه. آره انار رو بیشتر بازم دکنه یه زده لبده بس آبان دیدیم آروزی به خدا. من که هیچی ندارم، نه اینستا دارم، نه وایسا دارم، هیچی ندارم، فقط یه مدت اینستاگرام داشت میومد ویدیوهای منو میدید. الان هیچی نمیبینم اصلا. خونه‌ایم که تنهاییم حوصله‌ام سر میره، هیچی اصلا هیچی نمیبینم، فقط روبیکای چی اونه دارم. چی کار میکنی تو روبیکا؟ روبیکا از فیلم بیلم هم ریدینم ولی یه چیزایی مثلا دینم من چون ندارم اصلا نمیدونم چی بیلیم فقط اسمشو شنیدم. بچه ها انار اینجوری صدا میخوری نگاه کن. ولی مثلا من داخل زیتون پرورده انار اینجوری دون شده نمیدیزم. این الان مثلا فرقشونه. بکنم این انار باید به دندون بیاد دونه هاش. صدره تو انار زیتون پرورده ما مریم میدونه، مریم عزیز میدونه که ما اون زمان انار میساویدیم تو به زیتون پرورده. آره خیلی ها اینجوری درست میکنن. من ولی میگم خب مثلا به دندون میاد اونجوری یه ذره دونش که دیگه له نمیشه. نه من چی میکنم، من فقط آب انار و سس انار میزنم، همین انار رو میپزم از صافی رد میکنم اونو استفاده میکنم به همین شکل که میبینی باید بسابید. وگرنه اگر نمکیار ندارید باید داخل از این خودکنا یا مولینه چوچاق و انار رو با هم دیگه بسازیم که قشنگ دلش. بخوای بیام کمانگی؟ بخوای بیام من اینجوری بزنم؟ نه جای میتر خانم خالی، جای دوتا عروسای گل من خالی. بکنم یه بار گفت یه بار رفته بودیم مشهد خب. بعدن مامان داشت آیس پک میخورد برای اولین بار، خیلی هم خوشش اومده بود. بعدن میگفتش که دست عروسا هر دوتا عروسا در نکنه. بعد یکی اومد نوشتش که دخترت برات خریده، بعد دست عروسا رو چرا تو داری میگی آخه؟ اصلا چپ میری راست میای عروسام هرچند که واقعا عروسای خیلی خوبی هن و خدا حفظشون کنه، ولی مامان دیگه چپ میره. الان جای استیمی خالی بود که غرغر میکرد. من دیگه من اول استادار گفت تو خوریه اون نمونن چی بگفت یه آیس پک مثلا اون بستنی من نمیدونم اون چیه. گفتم نه استادار جنبای من نمیخورم از اون.
بعدم وقتی اینا آوردم من یه قاشق خوردم گفتم نه خیلی خوشمزه دیگه خجالت گرفتم زاره بگم برو درست برام بخر دیگه نصف خورد نصف اکرم خورد نصف من من اکرم خوردم بعدم دیدم نه خیلی خوشمزه بگم انشالله ایدوام رو بدیده انشالله انشالله ایدوام رو بدیده بچه دیگرم بگویم بچه یه سفیه جلو هم میدیم تا مرگوزش برمیده کم یه جلو ببین بچه اینه یه دور کامل ثابیدم ببین انار با چوچاقا با هم ثابید انار ما نه اینه ما چشمی ریختم چوچاقا ولی الان یک مقدار دیگه انار میخواد که با همین آره یکم دیگه دو بس الان این یه دور بسابم دیگه این کافیه بعد گردور میسابم بعد سیره که میدونین چرا مامان میگه که مثلا دوباره میخواد انار بریزه به خاطر اینکه چوچاق خیلی معطره خیلی خوشبوه ولی اگر زیاد استفاده کنید باعث میشه که تلخ بشه. آره تلخ میشه به خاطر همون مامان یه ذره دید بهتر انارشو بیشتر کنه ولی جای شما خالی خدایی خیلی خوشمزه من تست کردم تست بکنید به خدای دیزه شما عجور چا کنید آقا چوچاق مامان همه جا نیست مخصوصا خارج از کشور با من نیست ایران چرا مثلا میتونید درست کنید ولی حالا مثلا بعضی دسترسی هم نداره مثلا جنوب و اینا هم باشن سفارش میدن از این محصولات ارگانیک فروشی مثلا تو گیلان میدونن که میتونید بخرید ولی مثلا خارج از کشور خب این بذرشو باید ببرید بکارید اتفاقا دوستم گیلدادیون چی زندگی میکنه هلند بعد بذرشو برده اونجا کاشته مثلا میتونه اینجور غذایی که ما مثلا محلیه درست کنه خیلی خوبه ولی خب همه نمیتونن دیگه مگر اینکه بذرشو بگیرید و بکنید انشالله بیاین ایران بیاین خونی صدر یا خونی ما بخودم بیاین اینجا من به امید خدا برای شما درست کنم شما بخورید آخه به مامان گفتم اون کمک نمیخواد میخواد تو برو بذار من چیز میخوام گفت چرا کمک میخوام بگم اینو میخواد بده گفتم برو لباس های علیو بشو من انقدر از این ماشین لباس روی بدن میاد بالا سرش بمونی هی آبو باز کنی نمیدونم تخلیه کنی قبلا ما ماشین نداشتم همین نداشتم بعدن دیگه مریض شدم دیگه دستم خوب کار نمیکرد دیگه گفتم من بلد نیستم الان بلدم الان بلد خوش راحت یعنی دیگه بازم من نه بلدم ولی لباسای خودم میشورم لباسای علی آقا را میخواستم بشورم ولی دیدم که در فکر این انار چوچاق شدم ولی به خدا ببخشید من پای منو دراز کردم منو ببخشید من باید اینجوری راحت بشینم که هر کار جای دوست عزیز من خالق قرآن خانم این انا را برام داد این چوچا را برام داد من اینه درست کردم داشت خالی دستش باقر در نخواهی ببین دوره بعدی خیلی آسیاب شد آره انار آب انداخته ببین خیلی آسیاب شد این زحمت داره ولی خدایی خیلی خوشمزه این زحمت داره باید همه چیز با دست بسای ببین چقدر خوشمزه شد اونجوری از تو قیافه چقدر خوشمزه شد بچا ببینید خیلی خوشمزه شد چون واقعا ایلانی ها چون دیگه میدونم دارم میگم ایلانی ها الان اینو میبینن اصلا دیگه لب و لوچه شون پر از آب میشه چون اون عطر چوچاق واقعا فوق‌العاده است خیلی خوبه من لباس هم بشون مثلا خدا رو بیارم واقعا این عطر چوچاق خیلی خوشمزه خیلی خدا مریم جون عزیز ما هست برای من داره ویدیو منم عاشق عکس و ویدیو من حیف که نمیتونم ببینم خدا آخه چی کار کنم نمیتونم یاد بگیرم مریم جان اصلا نمیتونم مامان من هم همینطوریه موبایل امیر به من داد که موبایل خوبم به من داد ولی چی دیگه نمیتونم باید یاد بگیریم یه ما موقعی که بیکاری خونه تنهایی باید باش سرکله بزنی خلاصه سر چون اهل موبایل نیستم بخاطر اینکه زیاد سرکله نمیزنم شب خدا بیکارم همینجوری میشینم برای خودم این تلویزیون نگاه بکنم عاشق فیلم هندی این فیلم هندی نمیبینم نه نه میگم این تلویزیون ما این فیلم هندی برای من نمیده این نظری تو ترشی درست میکنی من انار چوشاق درست میکنم این ذوقی هم میکنه یه چیز که درست میکنه خودش خوشحال میشه انقدر که واقعا مامان اصلا همیشه بهتون گفته آشپزی رو دوست نداره اصلا علاقه ای نداره و خیلی هم خوشش نمیاد
و این زمانی که میخواد آموزش بده اصلا انرژی چندین برابر میشه. خوشحال خودش سودن بعدم جکوکو تلا درست کردی خیلی خوشمزه. آره نه اینجوری آره آره آموزش خیلی قدیم داده بودن. میخوایی این آموزش رو بعدم جکوکو بدم؟ اگه موافقی بچه ها مامان آموزش کوکوی بادمجون بذاره بچه ها خیلی خوش، هم با نون خوشمزه هم با پلو. آره اگه دوست داشتید بگید که من به مامان بگم که برامون آموزش بده. بچه ها خوبین خوشین چطوری؟ مهمون مامانین. خب مامان داره انار سوچاق درست میکنه. البته تموم نشده ولی همینطوری ما چشیدیم. خیلی خوب بود. خیلی تو چرا کاپشن پوشیدی؟ نوش جان خونه رو چک کرده خونه کاپشن پوشیده. بچه ها من به خدا گرمه من نماز میخوابینم یه لحظه کولر روشن میکنم. میدونیم میدونیم باید که چون از داخل اصلا گرما دارم دیگه نمیدونم چرا اونجوری. به خاطر قنده به خاطر قنده. آره به خاطر قنده. الانم این انار چجاقا داره درست میگه اینم که میدونی گرم قدرت همه منو میگذاشتم بیگیم. آره. الانه که همه بیان منو دعوا کنن چرا؟ باز مامان تو تو درد سر انداخت. نه من خودم دوست داشتم. من خودش دوست داشت. ولی چون من ویدیو به خودت چون یوتیوب نه من بلد نیم بگیرم. صداری نرم بود خود ظاهری به از من ویدیو. آخه. یوتیوب اونم قرار. مریم تو داشتی میگفتی شما هم از همینا داری؟ آره ما از اینا داریم مرسی. با دونه انار نیست، آب انار، گردوه، چوچاق و سیر و نمک. پس به روش خودتون. آره اون روش تالش هست. آره. بهش چی میگن؟ ما بهش میگیم سیرداغ. مریم میگه سیرداغ. من دادم توش سیر داغ یعنی میزین سیر سرخ کرده. گفت نه نه سیر سرخ کرده. چرا سیر داغ آخه؟ نمیدونم حالا چرا میگن سیر داغ. نگاش من نیستم نمیدونم. اگه تالش داریم تو یوتیوب همراه های ما هستید بگید. آره. که چرا بهش میگن سیر داغ. آره ما بهش میگیم سیر داغ. نه اونم خیلی خوشمزه است مامان. همینه بچه ها اینه سابیدم. الان میخوام گردو رو بسابم. یه مقدار گردو میریزم برای خودم چشمی. میخوام همه رو بسابم چون چوچاق دارم ولی الان برای ستاره میخوام این ویدیو رو درست کنم. میخوام بسابم چی گردی تمیز این هست. گردوش خیلی خوبه. آره گردی محلیه. اه متوجه شدم محلیه. آره. چون ریز بود بای همه چیز محلی. آره این محلیه گردو محلیه بچه ها. یه سری احمید گردو گرفته بود. احمید کوچولو کوچولو بود گفت این محلیه. برام درست که ببین بچه اونجا میتونی گردو محلی رو نگاه کنی. آره گردو درخت ما همینطوریه دیگه. آره ولی حالا این سفید اون یکم تیر است. آره این سفید این بازاری خاله ببین از قلقه گردوی خالخال شبه باشه. آره راست گردوی خالخال درشته مامان. این احتمالا آره تا همون تالش رو اون براست. چی زودم صابه مریم خیلی بله زودم خورده به مثلا. سفیا لباس چون خوشگون و روشن کرده. صدر جان اون لیوازن بدم بو چنه وی عویزن کلی و مشنه بعد مری تخته سر بدم تار کنم. باشه صدر گردو محلیه. آره دیدم کوچولوه. آره گردو محلی، انار محلی، چوچاق محلی. دیگه چه شبه دیگه خیلی عالی میشه. خیلی عالی میشه. سیر محلی خدا سیریم به خدا خانم عبادی عزیز به من داد. اون سیر محلیه همه رو بس خانم عبادی بهتون. آره آره خدایی همه رو میدونم. اینو میخواستم من چون بهتون نشون بدم. نمیدونم حالا اینو این میبر دیدید یا نه. بهش میگن میوه ژاپنی. آره آره ژاپنی. آره یه شبیه زرشک قیافش و مثلا اونجوری یه حالت شاخه داره همه به هم چسبیده ولی گرده. ببینید گرده ترش مزیه. آره یه طعم ترش داره. اگه رسیده باشه خیلی طعمش خوشمزه است وگرنه یه حالت گسی داره که دهن رو میبنده.
اینو راضیه جون بر مامان آورد. مامان گفتش که ستاره میخوای ببر. آره خود استفاده کن. من گفتم باشه. باش مربا اینا من ندیدم. میشن برای تزیین استفاده میکنن و با مامان میوه میخورن. نه تنیخری اینه مربا درست کرد. خیلی خوشمزه میشه. ترش مزه میشه. اینه عروس گل من یه پلاستیک پر داره گفت بده به ستاره جون. سیمین جون. اکرم جون. من به سیمین دادم، به اکرم جونم دادم، گفتم من به صدره زنگ بزن، به او صدره دوست داری بخور، به براش بگو. بعد دیگه اکرم مثلا برای صدره جون زنگ زد، صدره گفت من نمیخوام، گفتم اینه برای من یه ذره گذاشتم، اینه تو بگی. چون میدونی ما میوه خور نیستیم، زیادت میمونه خراب میشه، به خاطر اون گفتم. انتی دست خوش کنم. آره، همه بچه آره، بچه اینه ثابیده، من خواهیم بده باشنم با چاکنم انیمه رو به هم بزنم. باش. اینم بریزم بیا این بیا بخو مرسی خوب اینجوری بیا شاید من دست هم بیارم برای میبرم خوبه خوشمزه آره خوشمزه یه چون رسیده خوشمزه یه همین کندنش انقدر کار داره من یه بار اونه دوستم داشت رفته بودم بچینم رازیه بیچاره زحمت کشید خیلی سخته آره واقعا مادر شمه رو درست کرده رازیه جون دست در نکنه بابت این میوه خوشمزه من تو حالا نمیدونم شما خوردین تا حالا یا نه اصلا جایی که زندگی میکنید داره این میوه رو چون یه بار از کوجی ویدیو گرفت بودم تو شنبه بازار بعد یه سری ها اسمشو گفتید گواوا یه مثلا تو کشورهای خودتون مثلا همچین میوهی هست ولی اون میوه یه چیز دیگه است اینی که ما میگیم یه چیز دیگه است حالا حتما اینترنت سرچ کنید دو تا میوه متفاوته کوجی اونم خیلی خوشمزه خیلی خوشمزه به مراحل پایانیش نزدیک شدیم بچه من این الان هم زدم این کارش دیگه تمام شد الان میخوای اینه درست کن صدر تو بشقا دوستای عزیز ما نشون بده انشالله خودتون اگه اونجا دارین درست کنین نداریم که به امید خدا بیاین ایران من برای شما درست کنم انشالله دوست عزیز ما این با غذا هر غذای این خوشمزه مثل ترشی میمونه دیگه حالا اگه دوست داشتید میتونید بهش گلپرم بزنید نمکش هم که کاملا سلیقه‌ایه خیلی زیاد نذارید که شور نشه ولی بچه این کلپر نداره ولی هر کی دوست داره طعم این طعمش همینجوری خیلی خوشمزه عالیه مطمئن آره آره خودت می‌خوای اینو تست کنی من با همین قاشق تست کن نه نه به تست کن به 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 تعریف هم می‌کنه امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشید اگر خوشتون اومد حتما نظرتون رو بنویسید میدونم که مامانو خیلی دوست دارید به خاطر همون رو دوست داشته باشه به خاطر همون سعی میکنم که خیلی وقتا اگر بشه با مامان ویدیو بذارم ولی خب مامان میدونید که خیلی آشپزی دوست نداره مگر این جور چیزایی که حالا یه ذره راحت باشه وقتی ازش گرفته نشه ولی اگر دوست داشتید حالا هر غذایی فکر میکنید مامان درست کنه خوشتون میاد برام بنویسید به مامان بگم که براتون آموزش بذاریم جای خانم رفی خانم دونه دونه یادش میاد همه جای همگی واقعا جای همگی قالیه جای اون دوست عزیز من که برای من قهوه داد دستش واقعا در میکنه دستش واقعا در میکنه نگار جون عزیزم نگار جون عزیزم دستش در میکنه نگار جون عزیز انشالله بیا ایران من برات درست کنم این سری انشالله دست شما در میکنم خانم عزیزی که برام پماد داد برای پایم به فکر پام بود به خدا یه ذره آسایش گرفتم خدایی آسایش گرفتم شب الان راحت میکنم آره خدا دست شما در الهی که هر عاجزی داری خدا به شما بده تن سالم دل خوش به همگی قربانت خیلی ممنون مرسی از مامان که امروز این آموزش عالی رو برای ما گذاشت و مطمئنم که شما هم دوستش دارید درستش کنید اگر وسایلش هست اگه سبزیش رو در دست رسه و حالش رو ببرید و نظرتون رو بگید مرسی از مامان قربانت خدا به
دست سدارجینم در نکنه خدی میدونم الان سدارجین میره میره با مریم جون میره دست سدارجینم در نکنه از سدارجین حمایت کنی خیلی ممنونم از شما خیلی ممنونم از شما خیلی شما را دوست دارم منم خیلی شما را دوست دارم انشالله که همیشه تن سالم دل خوش داشته باشیم با خانواده شما قربان شما خیلی ویدیوهای دیگه خدا نگهدارتون خدا حافظ خدا انشالله که به زودی ویدیو بگیریم خدا انشالله